روز دوشنبه خامنه‌ای در جمع مسئولان حکومتی به صحنه اومد، اما دستگاه تبلیغاتی رژیم تنها چیزی که از اظهاراتش منتشر کرد یکی در مورد ضرورت تعمیر قلب خودش و سران حکومتش بود که اونها با ارزش‌های دهه 60 به قول خامنه‌ای به اون ارزش‌های دهه 60 برگردن. نکته یکی از بین حرف‌های خامنه‌ای منتشر شد این بود که در مورد پیام رسان‌های داخلی گفتش که تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است، که روشن این حرف هم به منظور به اصطلاح اعتماد دادن به مردمه که مطلقاً اعتمادی به پیام رسان‌های رژیم ندارن و معتقدن که استفاده از پیام رسان‌های داخلی باعث میشه که تمام اطلاعات مربوط به اونها بلافاصله و مستقیماً در اختیار ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم قرار بگیره. ناظران همچنین حرف خامنه‌ای رو یک زمینه‌سازی برای فیلترینگ تلگرام می‌دونن. این زمینه‌سازی رو در اقدامات نهادهای حکومتی و همه رسانه‌ها می‌بینیم. مثلا کیهان خامنه‌ای روز 21 فروردین نوشت که دبیر شورای عالی فضای مجازی در نشست مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی با اشاره به غارت مدرن در بستر تلگرام گفت که برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی اجرای استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام هست. کوچ داوطلبانه. حالا گزارش رو ببینیم در مورد این زمینه‌سازی‌ها. جدایی خودخواسته از تلگرام. مدیران 130 کانال تلگرامی از جمله تعداد زیادی از هنرمندان با بیش از 9 میلیون مخاطب امروز در حرکتی خودجوش در برج میلاد تهران خروجشون رو از این پیام رسان خارجی اعلام کردن. هرقدر فعالیت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی بیشتر باشه، منبع ارزشمندتری از اطلاعاتمون رو در اختیار اونها قرار میدیم که میتونن از طریق اون هر زمان که بخوان بر گلوی اقتصاد و امنیت ما فشار بیارن. آیین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی را از موضوعات مهم این آیین‌نامه برشمرد و افزود ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی و هر گونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم و قابل تعقیب کیفری است. پنیر مجانی در تله تلگرام. دبیر شورای عالی فضای مجازی در دور همه مسئولان مربوطه در کمیسیون امنیت ملی از درآمد صفر و خرج‌های کلان و بی‌حساب و کتاب تلگرام گفت و گفت. هدف بعدی تلگرام زیر پا گذاشتن قوانین ایرانه. ساختار تلگرام ساختار بسیار پرهزینه است برای دارنده او، که در حقیقت حافظه نامحدود رو سرویس میده به تمام کاربران خودش. فیلتر شکنی که تلگرام قرار هست راه اندازی بکند در به اصطلاح فصل دوم 2018، این فیلتر شکن تلگرام به تنهایی نیست، بلکه فیلتر شکن کل به اصطلاح فضای مجازی خواهد بود. یعنی به محضی که شما تلگرام رو ران میکنید دیگه در حقیقت کل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته میشه. وزیر ارتباطات هم گریزی به ماجرای فروش بیت کوین در صرافی‌های تهران زد و ضررهای کلان مردم گفت. آماری که بنده شنیدم آمار تکان دهنده ای بود از حجم تبادلات بیت کوین در صرافی‌های تهران. دبیر شورای عالی فضای مجازی اینطور جمع‌بندی کرد. پیام رسان‌های داخلی که در داخل منتخب هستند و مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند، اینها در حقیقت همشون موظف هستند که باتهایی رو فراهم بکنن که انتقال کسب و کار از تلگرام به پیام رسان‌های بومی به سهولت و به راحتی صورت بگیره. رژیم از ولی فقیه تا سایر مقامات دستاندرکارش نسبت به حفاظت از حریم خصوصی در پیام رسان‌های داخلی اطمینان میدن. اما ناظران و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی پرسیدن اگر اینقدر حفظ حریم خصوصی براتون مهمه، چرا تلگرام رو به خاطر اینکه سرورهاش رو در اختیار شما قرار نداده تحت فشار گذاشتین؟